یکی بود یکی نبود. رنگین کمان، نوشته پوران فرخزاد. امه جون، امه جون، یلدا، یلدا. امه جون، چرا امروز شما اومدین عقبم؟ برای اینکه بابا اسد سرما خورده بود و یه کمی هم حال نداشت. خب، بریم امه جون. ببین یلدا جون، میدونی دو سه شب دیگه جشن تولد بود؟ آره امه جون، پرسیده که مامانم اینجا بود برام یه جشن مفصل بود. اما امسا که دیگه مامانم نیست. عیب نداره، عوضش من و بابات که هستی. باشه، اما مامانم یه چیز دیگه بود. قصه نخور عزیزم، تا چند روز دیگه مامانت هم میاد. دیشب خوابیدم مامانم اومده، برام یه عروسک بزرگ آورده. خواب تعبیر میشه عزیزم. خب عمه جون، پس من میتونم بچه رو شب تولدم دعوت کنم؟ آره، فردا هر کسو که میخوای دعوت کن. من میخوام معلمم هم دعوت کنم. خودم میام همه رو دعوت میکنم. اما نه، نه، اصلا نمیخوام جشن تولد بگیرم. چرا عزیزم؟ برای اون وقت همه میفهمن من مادر ندارم، اون وقت خوابیرون میره. این حرف رو نزن، ما حقیقتو به همه میگیم، میگیم که مامانت رفته مسافرت. خیلی خوب امه جون. حالا بیا بریم، میخوام با سلیقه خودت برات یه هدیه بخرم. من یه عروسک میخوام. خیلی خوب، یه عروسک میخرم. هر سال مامانم. میخوام از طرف مامانت هم برات یه هدیه دیگه بخرم. خب شاید مامانم خودش برام یه هدیه بفرسته. خب چه بهتر، بفرسته. اون وقت مثل اینه که از مامانت دو تا هدیه گرفتی. امه جون، تو حد داری که مامانم به یاد منم هست؟ البته که یاد تو هست، مگه ممکنه مادری به فکر فرزندش نباشه؟ بیا بریم اون طرف امه جون، من از اون طرف خیابون بیشتر خوشم میاد. خیلی خوب عزیزم، بیا بریم. امه جون، امه جون. چیه یلدا؟ نگاه کن امه جون، مامانم تو ماشینه. این حرفا چیه؟ تو کدوم ماشین؟ مامان، مامان جون، مامان. خدایا چرا اینطوری نکنی؟ ناراحت نباشید آقا، تصادف البته خطرناک بوده ولی خانم زیاد صدمه ای ندیدن. خانم، بچه، بچه چطور؟ بچه؟ بچه فقط چند خراش برداشتیم، دست و پاشو پانسمان کردیم و خوابوندیمش. من، خدایا، من نمیفهمم اصلا این تصادف چطور اتفاق افتاده. اینطور که گزارش دادم، بچه یک دفعه به وسط خیابون میپره و به ماشینی که در حال عبور بوده تصادف میکنه. خب اون خانمم برای نجات بچه خودش رو جلوی ماشین میندازه و با چرخهای ماشین تصادف میکنه. عجب، من هرچی فکر میکنم نمیتونم بفهمم که دخترم چرا وسط خیابون پریده. بعد که بچه بیدار بشه همه چیز رو براتون تعریف میکنه. بله. خب ببینم، فرمودید اون خانم صدمه زیادی ندیده؟ البته خطر جانی گذشته، ولی چون یک دست و یک پاشون شکسته بود باید مدت زیادی بستری بشه. من میتونم برم ببینمشون؟ صبر کردن آن خبرتون میکنم. بفرم. آینه جان، پیشداد. خدا رو شکر، خدا رو شکر که تو زنده ای. پیشداد، یلدا کجاست؟ چه بلایی سرش اومده؟ خیالت راحت باشه، حال اونم خوبه. کجاست؟ الان کجاست؟ خوابیده. تو باید همین امروز دنبال شراره بری. آینه، چی داری میگی؟ با این حال تو؟ من خوبم، ولی یلدا. یلدا استراحت کرده. منظورم اینه که یلدا به مادرش احتیاج داره، تو باید دنبال مادرش بری. خیلی خوب. بالاخره یه کاری میکنم. ولی آینه، بگو ببینم چرا این اتفاق افتاد؟ چرا یلدا یه دفعه دوید وسط خیابون؟ درست نمیدونم. یعنی یه دفعه داد زد مامان. خب بعدم دستش از دست من بیرون کشید و به طرف ماشینی که داشت میرفت دوید. حالا فهمیدم، حتما زن دیگه ای رو جای مادرش گرفت. آره، گمونم همینطور بود. تفلک دختر حساسی، خیلی براش نگرانم. اگه براش نگرانی، خودخواهی رو بذار کنار، برو دنبال مادرش. آقای پیشتا. بله خانم. دخترتون بیدار شده، حالش هم خیلی خوبه،
اجازه میدید بیارمش اینجا؟ آ بله بله بیاریدش، خیلی متشکر میشم. یلدا نمیتونه تنها توی خونه بمونه، بهتره بفرستی دنبال مادر بزرگ. نه من حاضر نیستم ریخت اون زن لعنتی رو ببینم. بیا تو عزیزم. یلدا عمت و بابات اینجا منتظرت هستن. بابا جون من مامانمو میخوام. عزیزم گریه نکن، گریه نکن. ببین عمت حالش خوب نیست. عمه جون تو بابا بگو مامانو بیاره. خیلی خوب عزیزم، همین کارو میکنم. بی خودی منو گول نزنین، اگه تو فردا مامانم نیارین منم غذا نمیخورم. میبینی پیش داد، زود باش تصمیم بگیر. خیلی بلند شو عزیزم، بلند شو یلدا جان، بلند شو با هم بریم خونه. ما باید بشینیم با هم حرف بزنیم. پاشو دختر پاشو. بابا جون حال خانم اومده. راست میگی؟ آره بابا جون داری میاد بالا. بودو جلو بیارش اینجا. بودو. سلام آقای پیشداد. سلام خانم. چه عجب چه عجب از این طرف ها. والا من تازه فهمیدم چه اتفاقی افتاد. باور کنین اونقدر ناراحتم که نمیتونم چی کار بکنم. آره خانم. بله. مامانم برای شما کاغذ ننوشته. نه عزیزم، اما میدونم حالش خیلی خوبه. من هر شب خوابشو میبینم، اما نمیدونم اونم همینطوری یا نه. عزیزم یک کمی آروم بگیری. بیا اینجا پیش من بشین عزیزم، بیا رو زانوی من. من و یلدا همین الان از مریضخونه اومدیم. خب. تفلک آینه برای نجات یلدا نزدیک بود، جونشم از دست بده. با وجود این باید خدا رو شکر که هر دو نجات پیدا کرد. بله بله بله. حالا خانم شما فکر کنین ببینین این دختر بیچاره چقدر پشت سر هم بد آورد. واقعا از یک طرف پدرش مرد، از یک طرف کارخونه سوخت، ثروتش به باد رفت، از یک طرف نامزدش بدون علت ترکش کرد. بله بله. بدتر از همه شراره، نمیتونه وجود اونو تحمل کنه. من اونو از خونم میندازم بیرون. حق با شماست آقای پیشداد، من جدا برای آینه متاسفم. شما نمیدونید این دختر چه قلب پاکی داره. با وجود اینکه با اون حال خراب توی مریضخونه افتاده، دائما به فکر یلدا و شراره است. از من میخواد که برم دنبال شراره. چقدر به شراره نصیحت کردم و گفتم از این بچه بازیاش دست برداره. اونقدر به کاراش ادامه داد تا کار رو به اینجا رسوند. حالا فکرش بکنین، اگر آینه یا یلدا خدای نکرده توی این حادثه مرده بودن، شراره چی کار میکرد؟ میتونست به راحتی زندگی کنه؟ اینا رو باید به شرکت خانم گفت. این زن از هیچ حادثه عبرت نمیگیره. آینه خیال داشت فردا بره ساری دنبال شراره، ولی حالا با این وضع دیگه. بابا جون مگه خودت نگفتی که بالاخره یکی رو دنبال مامان میفرستی؟ صبر کن عزیزم، صبر کن، بذار حرفمونو بزن. یلدا جون خیالت جمع باشه، من خودم به جای آینه به ساری میرم. راست میگین راست. بله، میگین بله. خودت جون الان میرم به بابا اصلا مژده میدم. تفلک داره از ذوق بال در میاری. من همین الان میرم بلیط میگیرم. باید همه چیزو برای شراره تعریف کنم، باید دستشو بگیرم و بیارمش سر خونه زندگیش. اون حتما از این قضیه عبرت گرفته. نه دیگه نه من میترسم اونم مثل مادرش. آقای پیشداد، شراره با مادرش خیلی فرق داره. من حتم دارم که دیگه از خواب غفلت بیدار. خدا کنه حال خانم، خدا کنه، خدا کنه اینطور باشه. چی کار میکنی یلدا؟ دارم مینویسم. چی مینویسی؟ یه چیزی. یه چیزی؟ چرا از من قایم میکنی؟ برای اینکه نمیخوام کسی بفهمه. ولی من باید از همه کارهای تو باخبر باشم. خیلی خوب، دارم کاغذ مینویسم. کاغذ مینویسی؟ برای کی؟ برای مامانم. آها، ببینم چی نوشتی. نه بابا اصلا، دلم نمیخواد کسی کاغذمو بخونه. خیلی خوب، نمیخونم. میخوای بندازیش پست؟ نه بابا اصلا، میدم شعله خانوم. یعنی تو الان کاغذمو باید ببری خونه شون، چون فردا صبح خانوم پیش مامانم میره. آه خیلی خوب، خیلی خوب، زودتر تمومش کن، من میبرمش. نمیدونی بابا اصلا برای مامانم چه چیزایی نوشتم، حتما وقتی کاغذم بخونه برمیگردی پیش من. خدا کنه اینطور بشه. شما این آقا؟ بله. شما دو نفر دارین چیکار میکنین؟ بابا جون شما حق دارین که حال خانم فردا پیش مامانم میره. آره عزیزم آره، حال خانم رفت بلیط بگیره. خب تو چیکار میکردی؟ من اومدم با هم بریم مریض خونه پیش عمت. سب کن
کاغذم رو تموم کنم. آقا یلدا خانم داره برای مامانش کاغذ مینویسه. ولی عزیزم یلدا، احتیاجی به این کارا نیست. مامانت حتما تا فردا پس فردا اینجاست. بابا جون، مامانم تا کاغذ منو نخونه نمیاد. خب ببینم چی نوشتی. نه بابا جون، نمیخوام کاغذم رو ببینی. چرا عزیزم؟ مگه بابا نامحرمه؟ نه بابا جون، اما میخوام فقط مامان این کاغذ بخونه. تو دختر عجیبی هستی. بابا جون جانم، تو کاغذم یه عالم از مامانم گله کردم. اون خیال میکنه من هیچ چی نمیفهمم، اما من براش نوشتم که همه چیزو میفهمم و دلم میخواد اون برگرده. تو حالا موقع این حرفات نیست بچه جون. بابا اصلا تو همیشه میخوای با من دعوا کنی. خب یلدا جان، خوبه، زود باش زود باش زود باش، کاغذت تموم کن که عمت تو مریض خونه تنهاست و منتظر. عمم هر وقت تنها میشه گریه میکنه، خودم هزار دفعه دیدم اون گریه میکرد. پس چرا تو حالا به من نگفته بودی دخترم؟ برای اینکه تو همیشه خودت قصه دار بودی، من نمیخواستم با این حرفا بیشتر دل تو بسوزونم. دختر خوبم، خب من میرم ماشین رو روشن کنم، تو هم زود بیا یلدا جان. چشم بابا جون، فقط دو کلمه دیگه مونده، دو کلمه. پس بازم میخوای لجبازی کنی؟ گوش کن حاله، اگه پیشداد دلش میخواست من برگردم حتما خودش دنبالم میامد. شاید اگر تو گناهکار نبودی همین کارو میکرد، ولی خودت تصدیق کن که چقدر گناهکاری. حاله، در عرض این چند روزی که اینجا بودم خیلی فکر کردم، تا اونجایی که تونستم خودم و روحیم رو تجزیه تحلیل کرد. خب همه بدبختی های من از گذشتم سرچشمه میگیره. اگه پدرم در 10 سالگی منو رها نکرده بود، شاید این عقده ها در دلم به وجود نمی آمد. ولی تو نباید به صرف بی پدری دختر خودتم بی مادر کنی عزیز من. یادم میاد اون وقتا دائما برای پدرم کاغذ می نوشتم و می دادم مادرم که پست کنه. هر دفعه که کاغذ می نوشتم مدت ها چشم به راه جوابش بودم. هر وقت پستچی می آمد سر و پا برهنه به طرف در می دویدم و فکر می کردم از پدرم کاغذ اومده و همیشه هم نومید می شدم. این چیزا رو میدونم شراره جون، میدونم. بعد وقتی بزرگ شدم همیشه یک کمبودی داشتم. دلم میخواست شوهرم با محبتش، با عشقش اون کمبود درونی منو پر کنه، ولی متاسف شراره، شراره پیشداد که تو رو واقعا دوست داشت، این تو بودی که به او بدبین بودی و نمیتونستی به عشقش ایمون بیاری. اینم تقصیر مادرم بود، مادری که از بچگی مردا رو به صورت یه دیو برای من درآورده بود. دائما به من تلقین میکرد که نباید به هیچ مردی ایمان داشته باشم. ولی به هر حال تو خودت هم به سن شعور و تفکر رسیده بودی، باید میفهمیدی که تنها راه نجاتت فرار کردن از افکاریه که تحت تاثیر تلقینات اون به وجود اومده. من خیلی سعی کردم حالا، خیلی سعی کردم، ولی هیچ وقت موفق نشدم. علتش هم این بود که همه عوامل به بدبینی و بی ایمانی من کمک میکرد. مثلا همین آینه اگه به منزل ما نیومده بود. عزیزم اتفاقا فقط در این مورد بود که تو میتونستی انسانیت رو به شوهرت نشون بدی، میتونستی از خودت تصویر خوبی در ذهن شوهرت بسازی، ولی تو مثل زنای نفهم و بیشعور رفتار کردی و بالاخره هم کارو به اینجا رسوندی. بله بله میدونم، و حالا حس میکنم بین من و پیشداد دیواری به وجود اومده که دیگه با هیچ چیز خراب نمیشه. این حرفا چیه؟ تو باید برگردی سر خونه زندگی. آه حاله، تو از هیچی خبر نداری، از هیچی. من کاری کردم که از بازگو کردنش واقعا شرم دارم. آخ اگه پیشداد بفهمه من چی کردم، اصلا دیگه اسمم هم نمیاره. چی کار کردی شراره؟ میتونی به من بگی چی کار کردی؟ از من چیزی نپرس، هیچی نپرس حاله. خیلی خوب.